دو سال رو هم گذشت خدایی، دیگه سیروان آهنگ نداده بیرون، دیگه خسته شدیم از بس ویدیو کنسرتاش رو ریاکت رفتیم، نمیدونم پشت صحنه و فلان و بیسار و بابا یه آهنگ بده بیرون، دو سال شد تازه میخوای یه پروژه بده بیرون، آهنگ میخوایم، موزیک. سلام از زیدل، حالتون چطوره؟ من علی هستم و خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. اومدم با ریاکشن به آهنگ کجایی تو، ورژن کنسرتیش که دومین ورژن کنسرتیشه، در از سومین ورژنش، اولیش آنپلاگدش بود، بعد توی تهران بود، الان توی شیرازه و احتمالا خیلی علاقه خاصی به این آهنگ داره که سه تا ورژن ازش اومده بیرون. البته آنپلاگد رو میتونیم فاکتور بگیریم چون که در قالب آلبوم بود و تک نبود و اینا به صورت سینگل داره میاد بیرون. اما موقعی که پخش شده بود فکر کنم گوش دادم یه تغییراتی توی ملودی و تنظیم یادمه که داده بودن. حالا بریم با جزئیات بیشتر با هم دیگه گوشش بکنیم ببینیم که از چه قراره. خب ممنون میشم اگر که همین الان به کانال من پیوستید و کانال من رو سابسکرایب نداشتین، لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو هم لایک بکنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید و روشن بکنید تا اگر ویدیویی گذاشتم نوتیفش براتون بیاد و مطلع بشین. بزن بریم. شروع که کاملا متفاوته و معمولا توی کجای توها با اون ساز کوبه ای، حالا پرکاشن بود یا چی یادم نیست، با اون شروع می شد. الان با گیتار آگوستیک شروع شد که خودش هم داره میزنه. چرا اینقدر اخم داره من نمیدونم. حالا کجایی تو؟ کاش می دیدی من خسته شدم این زودی. چه صدا برداری خوبی شده، خیلی داینامیک خوبی داره، قطعا که البته ادیت شده توی میکس و مسترینگ قبل انتشار نسخه ویدیویش، ولی خب صدا برداری خوبیه. چه جوری شد اون عشق شدید به این آسونی به آخرش رسید؟ خوشتیپ کرده ها واسه ویدیو، دست از تیشرت برداشته، یه پیرهن پوشیده، زیرش البته قطعا تیشرت مشکی داره، نمیشه که نداشته باشه. البته خدایی هم به سبکش میاد دیگه، باید قبول کرد. با فکر تو لبا الکتریکا دارن اضافه میشن یکی یکی و تنظیم باحالیه تا اینجاش که دوست، خیلی متفاوت از تنظیم اصلی و حتی اون یکی ورژن کنسرتش. یه لبخند میاد باش که تو هم منو نمی بردی از یاد از آخرین بار. من چقدر با این ورژنش حال کردم، به نظرم از ورژن اصلیش هم قشنگتره، یه حالت غربی خوشگل به قول معروف رومانس داره. از آخرین بار که چشمم تو رو دیدن. بیس اضافه شد، گیتار امیردانایی هم اومد و پد استرینگای یاشا حکمی. فهمیدم. درام هم چیزو زد، خدای اسمش چی بود، وود نمیدونم چی چی بود، چایمز رو زد. چه استرسی دارید واقعا گیتار زدن، خیلی چشش به دسته بالاست، دسته پایین نه، دست چیز یعنی به آکورداست. واسه همیشه
واسه همیشه. سولوی خیلی نرم و ساده، استرام های امیر دانایی. حدسی که میزنم احتمالاً بعد ورس دو که کورس میخواد دوباره بیاد یه درام ملوی داشته باشیم. ملو منظورم اینه که با همون ریتم آهنگ دوبله میشه اصطلاحاً. سخت برام ولی ازت میخوام. گیتار میوته امیر دانایی. بر نگردی هرگز دیگه به دنیا. بر نگر تا اون تصویری که ساختم. چه پترن خوشگلی داره میزنه. گفتم تنظیمش از اون تنظیماست که خیلی خلوته و قراره توی خلسه باهاش لذت ببری و به عشقت فکر کنی. باشه که ازت مونده تو این لنز دوربینشون هم اینجا کثیفه. الان دقیقا رو سر نیما حمیدی من استوب کردم. دقت بکنید، برید ویدیو رو کامل ببینید با سایز بزرگتر. از اول ویدیو هی دارم نگاه میکنم دیگه نتونستم نگم. رویا با فکر تو لبا چقدر دلم هنوز اون روزا رو میخواد. تحریرش همون بود، همون ورژن اصلیه بود تحریره. روزا رو میخواد فکر کنم آره همون بود. از آخرین کار که چشمم تو رو دیدم. خب تا اینجا که خراب شدم و درامی اضافه نشد، کورس اومد و هنوز درام اضافه نشده. همون چایمز رو داشتیم فقط ببینیم جلوتر آقای نیما خان حمیدی درامزش رو به کار میندازه یا نه. منی نرسیدم با رفتن تو از عشقم کم نمیشه. تو قلبم میمونی واسه همیشه. توی ورژن اصلی شینه ولی اینجا احساس میکنم میخواد ببره بالا. نمیدونم، شاید همون موقع که گوش دادم تو ذهنم مونده، شایدم دارم حدس میزنم. چقدر این نورپردازی سر صحنه‌اش باحال، انگار از این چراغای توی شهریه ولی با قد کوتاه. نان لایت نیست ولی واسه همیشه. چه اسنیری داره میزنه. اسنیرش بچه اسنیر چرا نان لایته، اسنیر خود روی صحنه نیست، اسنیریه که بعدن توی ادیت جایگزین کردن به جاشون که هیچ اسنیری سر صحنه همچین صدایی نمیتونه بده. تام تاما خود درامز بود و چقدر خوب شد یهو. و اون پاساژ نرم و خیلی با به قول معروف پترن تعداد کم نیما حمیدی و صدای اسنیر خیلی چاق اصطلاحاً، خیلی پانچ. حال داد اوه.
دوست دارم دوباره پاساژ بخوره و بخونه. میتونست ادامه بده به نظرم، درسته تایمش زیاد شده تا الان هم، ولی جا داشت به نظرم که دوباره یه پاساژ بخوره، یه پاور کورد. آرزو برای جوانان عیب نیست. میخند. باحال بود، باحال بود، ورژن دوست داشتنی بود، نه اینکه اون یکی ها بد باشن ها، ولی اینو دوست داشتنی بود، متفاوتی بود. اون ورژنش هم که نریمان نایمی ساکسیفون میزنه، ساکسوفون، اونم جالب بود. یه بار توی یکی از ویدیوهای تتلو گفتم ساکسوفون، محافظ لنز دوربینم افتاد زمین. آره تو یکی از ویدیوهای امیر تتلو بود گفتم ساکسوفون تلفظ اصلی و درستشه، بعد یادم نیست چه آهنگی بود، بعد طرفداراش اومده بودن گفته بودن که تو اول برو تلفظ درست رو یاد بگیر، بعد بیا از سلطان ایراد بگیر. یه سرچ بکنید حداقل تو گوگل ببینید که کی داره درست میگه، کی داره غلط میکنه، غلط تلفظ میکنه. آره خلاصه باحال بود. همونطور که اول ویدیو هم گفتم، یه دو سالی هست که موزیک نداریم از سیروان. آخرین رنگش دیوونگی بود و بعد اون کلی ویدیو کنسرت پخش کرده، ولی ما منتظر موزیک جدیدیم که ظاهرن داره یه پروژه‌ای رو کار میکنه. فنای عزیز بنویسید، بیشتر در جریانن معمولا. بی صبرانه منتظرم ببینم که این بار میخواد چی کار بکنه بعد مونولوگ. مونولوگ که فوق‌العاده بود و احتمالاً باز یک سورپرایز عجیب غریب برامون داره دیگه. دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. اگر لذت بردین از ویدیو خیلی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و بپیوندید به کانال من که در واقع خودتونه. ویدیو رو هم لایک بکنید، دکمه زنگوله رو هم روشن بکنید، برای دوستاتون اگر دوست داشتید ویدیو رو بفرستید. خیلی زیاد دوستتون دارم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.